درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC1 با ادامه آموزش پنل مستر در نرم افزار PM Designer در خدمت شما هستیم. خب در اینجا میخوایم در مورد استپ باتون خدمتتون صحبت بکنیم. شبیه در واقع مالتی استیت سویچ، یا اینجا من اگر براتون اینو قرار بدم، ما در فیلم آموزشی قبلی در مورد مالتی استیت سویچ صحبت کردیم. اینجا در واقع استپ باتون هم مشابه اون کار میکنه. خب من قبلی رو پاک میکنم، اینو شما در نظر بگیرین. خب میتونین حالتهای مختلف مثلا باش در نظر بگیرین، مثلا من بیام 7 تا حالت در نظر بگیرم. این هم مثل همون سویچ کار میکنه، فقط گرافیکش متفاوت هستش. این اگر 2 باشه دقیقا مثل همون سویچ خودمون کار میکنه، میشه چون مالتی اسمش در واقع استپ باتون هستش، مثل همون مالتی استیت سویچ کار میکنه، بیشتر از 2 حالت میتونیم بهش بدیم، ولی با فرق این که اگر خواستیم از 3 پایین‌تر هم میتونیم بیاریمش. خب اینو من در نظر میگیرم. خب حالا اینو شما اولا که میام آدرس میدم بهش، مثلا دیه مثلا چند دیه مثلا 12، درسته؟ خب اینو که شما اینجا استفاده میکنید، من میام یه دونه نامریک دیسپلی هم استفاده میکنم اینجا، و اینو آدرسشو میذارم دیه 12، تعداد حروف 1، تعداد رقم ببخشه، تعداد ارقامش 1 باشه و آدرسش هم باشه دیه 12، درسته؟ این تا اینجا. خب رنگش هم تغییر میدم که بدونیم این نامریک دیسپلی هستش و با مالتی استیت سویچ اشتباهش نگیریم. خب پس من اینجا اومدم این استپ باتون رو گذاشتم. حالا این استپ باتون رو ببین 4 تا حالت داره، از سمت چپ به راست. اگر از بالا به پایین اگر در نظر بگیرین، ببینید من اینو میتونم به صورت بالا به پایین هم در نظر بگیرم. این گزینه تاپ تو باتون میشه بالا به پایین. اینو من میتونم ارزش رو کمتر بکنم، بذارمش اینجا. خب اینو اینجوری بکشم که مثل این که به صورت افقی هست، اینم عمودیش باشه، درسته؟ این اینجا. خب این همین برای 2 حالت دیگه هم میتونیم در نظر بگیریم دیگه. ببین مثلا من میتونم اینو بیارم اینجا. خب اینو میذارم چی؟ میذارم باتون تو تاپ و اینو هم میذارم اینجا، درسته؟ ببینید این یه ذره پایین تر. خب این از این، اینم میذارم راست به چپ. خب پس این شد چپ به راست، بالا به پایین، راست به چپ، پایین به بالا، درسته؟ اینم که خود این عدد هستش که این وسط اونو قرار میده. حالا اگر خواستیم میتونیم چیکار کنیم؟ رنگ این پس زمینه سفید رو میتونیم عوض بکنیم، یا رنگ بک‌گراند رو عوض بکنیم، بک‌گراند به اصطلاح اسکرین مربوط به صفحه نمایشی که داریم، یا اینکه میتونیم اینجا بیایم مثلا این رنگ سفید رو مثلا من میذارم سبز، میگم زمانی که اون حالتی که فعال هست رو شما سبز در نظر بگیر که خانویش برای من بیشتر باشه. برای اینم از حالت سفید میذارم سبز و اینم میذارم روی حالت سبز. اینجا هم به برنامه PLC ما کاری نداریم و نیاز نداریم، و فقط میخوایم تغییراتشو روی این نامریک دیسپلی برای PLC میخوایم ببینیم. خب اینو من اینجا قرار میدم، درسته؟ سیو، کامپایل، PLC برقش وصله. خب میرم روی حالت آنلاین ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا حالت آنلاین. خب ببینید الان رو حالت عددمون 0، 1 که میزنم میشه 1، یعنی از سمت
چپ داره میره سمت راست. یک دیگه بزنم میشه دو، دوباره صفر، یک، دو. یعنی یه چیزی شبیه اون چرخشی که ما توی آموزش قبلی داشتیم برای ما اینجا داره اتفاق میفته. اینجا از بالا به پایینه، ببینید صفر یک دو از بالا میشه صفر یک دو، این از به اصطلاح راست به چپ، ببینید صفر میشه یک دو، برای این هم از پایین به بالا صفر یک دو، ببینید این داره مدام تغییر میکنه. مقدار اون عددی هم که توی اون دیه 12 وجود داره اینجا شما میتونید ببینید، فقط اینجا چرخشش متفاوته دیگه، یعنی از جهتهای مختلف داره عمل چرخش رو انجام میده. اینم توضیحاتی در مورد اینجا استپ باتون که خدمتون ارائه شد. اگر بخواین باز اینجا هم میتونید تکسش رو تغییر بدین، صفر یک دو مثلا میتونید، مثلا من میذارم A، اینو میذارم مثلا B، اینو میذارم C. خب شما بذارین دستی اتوماتیک، نمیدونم و هر چیزی دیگه، حالا سه تا حالت ممکنه سه تا محصول باشه اینجا، یا هر چیزی دیگه که مد نظرتون هست شما میتونید برای این برنامه استفاده کنید. الان همین ABC رو که من تغییر دادم شما میتونید تکسش رو ببینید، تکسه که هست اون رنگ زرده بینشون سویش میشه. الان اینجا رو عدد یکه که اینجا یک تکس شده بی، ولی مقدارش همون یکه. دوباره که میزنم میشه سی که همون عدد دو هستش، ای میشه عدد در واقع صفر. شما میتونید به ازای هر مقداری یه تکسی رو بیاین، حالا با رنگ و گرافیک که مد نظرتون هست میتونید براش اختصاص بدیم و در نظر بگیم. یعنی این دوتا آموزشی که الان خدمتون توضیح دادم از نظر کارایی تقریبا مشابه همدیگه هستن، یه مدار از نظر گرافیک و اعمال مقادیر یه مدار با همدیگه متفاوت هستن که حالا توی این فیلم شما اینجا مشاهده کردید. تا فیلم آموزشی بعدی شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. پیروز باشید.